سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امشب پنجشنبه 28 بهمن ماه در 392 شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور می‌کنیم. عمر خوبان عالم به یک سال نرسید. خداحافظی با فدراسیون جادو و جنبل. در جلسه امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس این فدراسیون با اجماع هیئت رئیسه از سمت خود به طور موقت عزل شد. در این جلسه عزیزی خادم، حمیدرضا مهرعلی، حیدر بهاروند، شهره موسوی، احمدرضا براتی، احسان اصولی، بهرام رضاییان، میرشاد ماجدی، طهمورث حیدری، مهرداد سراجی و خداداد افشاریان حضور داشتند که با رأی اکثریت عزل موقت عزیزی خادم به عنوان خروجی جلسه اعلام شد. البته با دستور AFC و تذکر حسن کامرانیفر دبیر کل فدراسیون فوتبال، مهرعلی و بهاروند از جلسه خارج شدند. جانشین موقت برای ریاست ساختمان سئول. بعد از جلسه سرنوشت ساز امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، عزیزی خادم ناکام در جلب آرای هیئت رئیسه، پست خود را در فدراسیون فوتبال از دست داد و طبق اساسنامه ریاست مجدد اون باید در مجمع به رأی گذاشته بشه. در این مدت میرشاد ماجدی به جای اون عهده‌دار امور فدراسیون خواهد بود و قرار امور مدیریتی این فدراسیون رو بر عهده بگیره. در این بین خبرهایی در خصوص انتخاب مهرداد سراجی به عنوان سرپرست فدراسیون منتشر شد که این موضوع صحت نداره. آجرلو جدی‌ترین گزینه جانشینی عزیزی خادم. خبر ورزشی مدعی شد که مدیر عامل باشگاه استقلال میخواد یک بار دیگه شانسش رو برای ریاست فدراسیون فوتبال امتحان کنه. خبری که البته برای هواداران آبی پوشان تهرانی چندان خوشایند نیست، چرا که طرفداران این تیم از عملکرد آجرلو رضایت کامل دارند و قطعا نمیخوان تیمشون دوباره درگیر تغییرات مدیریتی بشه. تحرکات رئیس عزل شده برای بازگشت. طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال، تصمیم عزل موقت شهاب‌الدین عزیزی خادم برای تبدیل شدن به حکم برکناری قطعی باید در مجمع یک بار دیگه مطرح و بررسی بشه. موضوعی که باعث شده عزیزی خادم به بازگشت به ساختمان خیابان سئول همچنان امیدوار باشه. ماجرا از این قراره که مجمع تحت کنترل و حاکمیت هیئت‌های فوتبال قرار داره. هیئت‌هایی که طبق شنیده‌ها 48 ساعت قبل از جلسه استیضاح در هیئت رئیسه با عزیزی خادم در گفتگوی تصویری شرکت کردند و حالا باید دید پیمان همیشگی هیئت‌های فوتبال با رؤسای تاریخ فدراسیون فوتبال چه سرنوشتی پیدا می‌کنه و آیا اونها این بار می‌تونند عزیزی خادم رو نجات بدند یا خیر. بازتاب برکناری عزیزی خادم از زبان خبرنگار عراقی. علی نوری، خبرنگار و مجری سرشناس فوتبالی در کشور عراق، به برکناری رئیس فدراسیون فوتبال ایران واکنش نشون داد و در صفحه توییترش نوشت: فدراسیون فوتبال ایران تصمیم به برکناری عزیزی خادم رئیس این سازمان با آرای هیئت رئیسه گرفت. این تصمیم به دلیل درخواست‌های زیاد به برکناری عزیزی خادم بعد از حذف باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا 2022 و ترس از تکرار این موضوع برای تیم ملی ایران در آینده گرفته شد. لژیونر محبوب در لیست یحیی. بوسه گوچی به پیراهن پرسپولیس. پرسپولیس همچنان به دنبال جذب یک مهاجم آزاد در نقل و انتقالاته و یحیی گل محمدی دو گزینه رو برای این پست در نظر گرفته که یکی از اونها رضا قوچان نژاده. بازیکن بی‌حاشیه‌ای که در فوتبال هلند و تیم زباله درخشیده و این روزها دور از میادین فوتباله. ابتدا اعلام شد که گوچی از فوتبال خداحافظی کرده، اما خودش تأکید کرد که دوست داره در لیگ ایران از فوتبال خداحافظی کنه و به این صورت برای تیم‌های ایرانی پالس مثبت فرستاد. حالا باید دید گوچی در نهایت به پیراهن سرخ بوسه خواهد زد یا خیر. 26 اسفند، دربی بزرگ پایتخت،
شهرآورد 98م، 4 روز مانده به عید. سازمان لیگ فوتبال ایران تاریخ برگزاری هفته 23 لیگ برتر و جدال تیم‌های استقلال و پرسپولیس را اعلام کرد. بر همین اساس دربی بزرگ پایتخت 5 شنبه 26 اسفند و از ساعت 19 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. این مسابقه 98مین شهرآورد تهران خواهد بود. در 97 دوئل قبلی آبی پوشان تهرانی 26 بار و سرخ‌های پایتخت 25 مرتبه به پیروزی رسیدند. رکورد اینستاگرامی پرسپولیس در سال 2022. سایت ترانسفر مارکت فهرست بیشترین افزایش فالوور اینستاگرام تیم‌های جهان در سال 2022 را منتشر کرد که بر همین اساس رئال مادرید، پاریس سن ژرمن و بارسلونا در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند. پرسپولیس هم به عنوان تنها نماینده ایران در این فهرست در رده 16 ایستاد. دیدار انتقامی سرخپوشان از عراقی‌ها در آزادی. تیم فوتبال پرسپولیس در حالی فردا در چارچوب هفته 18 لیگ برتر از ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادی میزبان تیم فوتبال آلومینیوم خواهد بود که در جدال رفت دو تیم در عراق و درست همانند فصل گذشته رسول خطیبی تونست مچ یحیی گل محمدی رو بخوابونه و حالا سرخ‌های پایتخت امیدوار به جبران اون شکست هستند. البته آلومینیوم از هفته 10 به بعد هیچ بردی نداشته و 8 هفته است که دستش به 3 امتیاز نرسیده. در طرف دیگر هم سرخپوشان تهرانی به دنبال نزدیکتر شدن به استقلال در صدر جدول هستند. شاگردان یحیی اکنون با 38 امتیاز در رده دوم قرار دارند و آلومینیوم 25 امتیازی تیم پنجم جدوله. استقلال به دنبال 5مین برد متوالی. تیم فوتبال استقلال فردا و از ساعت 17:30 در هفته 18 لیگ برتر در تبریز به مصاف تراکتور میره. تیم پرطرفدار تبریزی هفته هاست که رنگ برد رو ندیده و شرایط خوبی نداره. آخرین پیروزی شاگردان زبونی میرسولو به دیدار هفته 10 مقابل نفت مسجد سلیمان برمیگرده. اما شاگردان فرهاد مجیدی با 4 پیروزی متوالی شرایط فوق‌العاده‌ای دارند و برای حفظ فاصله‌شون با پرسپولیس امیدوارند که با دست پر از تبریز به تهران برگردند. تراکتور با 14 امتیاز در رده 13 قرار داره و استقلال 41 امتیازی صدرنشین لیگه. اعلام زمان قرعه‌کشی مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز به صورت رسمی زمان دقیق برگزاری قرعه‌کشی مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا 2023 چین را اعلام کرد. طبق اعلام AFC، مراسم قرعه‌کشی روز 5 شنبه 5 اسفند و از ساعت 15 به وقت کوالالامپور به صورت مجازی برگزار میشه. تیم ملی ایران با قرار گرفتن در رده اول آسیا در سید 1 در کنار تیم‌های ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و قطر قرار خواهد گرفت. قرعه سخت امیدها برای حضور در المپیک. مسابقات جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا صبح امروز در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور قرعه کشی شد. بر همین اساس شاگردان مهدی مهدوی‌کیا که در سید دوم قرار داشتند در گروه A رقابت‌ها با تیم‌های ملی ازبکستان، قطر و ترکمنستان همگروه شدند. این رقابت‌ها از 11 تا 29 خرداد 1401 در ازبکستان برگزار می‌شود.